بچه چطوری؟ من فریکسم و خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید. امروز اومدیم با یه جعبه 500 دلاری گرون قیمت از محصولات اپل. عزیزم ولی ریخت و پاش کردی، خیلی ولی کوچیکه نسبت به 500 دلار هست. دیگه عزیزم محصولات اپل چیزای ظریف و خاصن، مثل مکبوک، آیفون، اپل واچ، تریلی و اینا که جمع و جور کوچولی باشه. بچه واقعا نمیدونم قراره چی ها توی این جمع در بیاریم، ولی ارزش همه آیتماش 500 دلاره. لایک کنید، کامنت بذارید، عاشقتونیم و دوستتون داریم و بزن بریم. تو تا حالا چه محصولاتی از اپل رو امتحان کردی؟ ببین من آیواش داشتم، آیفون هم که دیگه هممون داشتیم دیگه چی؟ من ایرپادش هم امتحان کردم. ایرپادش هم داشتم. اصلا کلن اپل یه جوریه که وقتی یکیشو میگیری که از آیتماشو مجبور میشی بقیهشو بگیری، چون در همشون با هم دیگه سینکن و هم خوب کار میکنن، همه رو که داشته باشی کار درا میفته. نه من تجزیه میکنم، من با مکبوک حالا، من هنوز که هنوز لپتاپم ویندوزه. چون خاطر اینکه نوبی، خب دلیلش اینه. آخه خیلی سخته واقعا، لپتاپشو که اصلا من نیستم. ولی حالا ببین میخوام واسه چی بیارم؟ میخوام واسه تو یه دونه موسج. خیلی گرون قیمته ماجیک موس. من ببین باز الان میگن تو بچه بودی از بچگی آرزو داشتی یه چیزی داشته باشی. ببین واقعا آرزو داشتم داشته باشم. ببین بچه ها انقدر ماجیک موس حالای لاکچری و تمیز و خوشگل و خوش ساخته. ببین این بشر چقدر خوشگله. واقعا یکی از زیباترین گجت هاییه که تا حالا دیدم. حدیث من این کار گجت محسوب نمیشه دیگه، یعنی میشه در آره دیگه لوازم کار حساب میشه در اصل. ولی یه کاری بگم میکنی؟ میشه بو کنی اینو؟ وی تکنولوژی میده بچه. پشتش این شکلیه، این صابونیای موسش، اینم لیزرشه، بعد با اینم میتونید خاموش روشنش بکنید. دیزاینید بای اپل این کالیفرنیا، توی کالیفرنیا ساخته شده و پاریس. او چقدر کلیکش فرق میکنه. میگم من فکر کنم این تاچه که بهش میگن موس جادویی. خب آره تاچ هم هست، به خاطر اینکه حالت دست تو وقتی یه سری حرکت ها میزنی بهش میگن جستچر. اونا رو که میزنی فکر کنم حالت تاچش هم میتونی اکتیف کنی. حالا بچه ها چون ویدیو مون راجع به اپل بود، من جلو جلو واسه تون مکبوک مکبوک اپل هم آوردم که گفتم قطعا به دردمون میخوره، بریم تستش کنیم. حالا من سوالام بپرسم شما به من جواب بدید. الان این با چی کار میکنه؟ با باتری یا با بلوتوث؟ یعنی میخوام ببینم شارژیه چون نمیدونم. پردیز بزنم آها فکر کنم اینجا سکت میخوره. تایپ سی داره دیگه. یاد گرفتم. آفرین. ببین من بلد نبودم، پردیز بلد بود. ببین دنیا به کجا رسیده. بچه ها توی جعبه‌اش یه دونه کابل شارژر داره که کابل جدید کلن اپل این شکلیه و یه نکته مهم، تا یک ماه میتونید اینو استفاده بکنید با یه بار شارژ کردن. خیلی چیز خفنیه و توی کانکت شدنش میاد اینجا روشنش میکنید موسو و به همین راحتی موستون کانکت میشه و می‌بینید که لوگوی ماجیک موس هم اومد. چرا؟ چون که الان مثبت نداریم این رو چوبه، یکم حالت لرزش داره. من اگه مثبت داشته باشم خیلی بهتره. خب بچه‌ها ببینید، من توی وبسایت حالا ورزش، ببینید من اگه دو تا انگشتمو بذارم روی این موس و بالا پایین کنم، نگاه کنید. آها اسکرول می‌کنه به سمت پایین. اسکرول می‌کنم بالا پایین که خیلی راحت. یعنی کلیک نمی‌کنید دیگه، فقط تاچ می‌کنم. قشنگ دارم تاچ می‌کنم. حالا شما می‌تونید جستچر دیگه‌ش هم اکتیو بکنید. سخته، من چون خودم الان اکتیزش کردم وصلش کردم نمیدونم چجوریه، ولی هریس خیلی هم سبکه، 100 گرم بیشتر وزنش نیست. خب حالا یه سوال، برای گیم زدن چه؟ به درد نمیخوره اصلا. ولی آره دیگه یه جوری انگار نمیشه کلیک کرد، اصلا کیل گرفت سر میخوره. اینجوری باید کیل بگیری. میدونی باید چی کار کنی با این؟ با این باید قرارداد میلیون دلاری تو امضا کنی. های کلاس مثلا اینجوری. خانم این پنتهاس زعفرانیه رو به ما چند میدید؟ آقا من یه دونه فایل 200 میلیاردی دارم اینجا. خب میلیارد دلار الان داره فروش میره. اصلا بذار ببینم. نه این فایل بسته شده. بستش با موستون بستید فایلو. مرسی ممنونم. بچه این موس قیمتش از 100 دلار با تکس، یه موس گرون قیمته، خیلی موس گیمینگی بهتر میتونید بخرید. حال کردم چیز باحالی بود، خدای شکرت پردیس دیگه ضرر نکردی. من برای بیزنسمنا شما بگید به درد کی میخوره بچه‌ها این موس. بریم اصلا بعد لتس گو. تو واسه این چیزی که میخوام بیارم آماده نیستی؟ آروم بابا، تو رو خدا محصولات اپل رو نکن. ماجیک کیبورد آن دی بیت. ببین من دیگه دیوونه شدم. الان این
کیبورده؟ کیبورد ماجیک، کیبورد اپل بچه کس گرون قیمت ترین هاست. خیلی کوچولوه. ببین با یه دست میتونی کلش رو بگیری. میدونی چی واسه من جالبه؟ آی بزنی تو کله یکی. بچه‌ها یه نکته خیلی جالبی که محصولات اپل رو خاص میکنه و حس لاکچری بودن و یه چیز گرون خریدن رو بهت میده، پکیجینگشه. مثلا همین که آیفون رو حالت اینجوری پامپی هوایی در میاره، یا مثلا همین موسه که اینجوری بلند میشه، آیتم رو تو سخت بهش میرسی و فکر میکنی که خیلی خفنه. یه جور خاصی کلا پکیجینگشون سفیده خیلی. ببین چی دیدی چی شد؟ ببین اینو آوردم اینور اینجوری. ظرافت، اصلا حس لاکچری بودن. وای وای چقدر تو خوشگلی، چقدر تو ظریفی، چقدر تو سبکی، چقدر تو اصلا آقا من اصلا دلم نمیاد اینو تاچ کنم. بچه با اختلاف کنم با کوالیتی ترین آیتم هایی که تا الان باز کردیم. پشتش هم اپل خورده نشون بده. پشتش هم لوگوی اپله، کامل سفیده، چسب داره واسه اینکه خب ضربه تاچ نرم داشته باشه. توضیحاتش و فلز، کاملا فلز و کلیداش هم اوکیه دیگه. کلیداش مثل این صدای خود مکبوک، لپتاپاش، همه صداش همونه باشه. دوربینمون معلوم نیست انقدر قطرش نازوکه. اصلا خیلی هم عجیبه و خیلی هم شکننده است. یعنی اگه شما همینجوری بندازی تو کیف لپتاپت قطعا دونست میشه. چه اتفاقی نمیافته. این میدونید چقدر خفن کوالیتیش. یه دونه هم بچه ها کابل شارژر داره و این هم حتی میتونه تا یک ماه باتریش واسه تون کار بکنه. کلی مولتی فانکشناله، یعنی توی مکبوک شما وقتی مثلا دکمه کامند یا آپشن یا کامند آپشن اینا رو با هم یه میکس میکنید، کارهای مختلفی روی مکبوکتون انجام میده. جالبه این از نظر من از این سبک‌تره. جدی؟ لپتاپم چی؟ نه لپتاپ اسمش هست اپل ماجیک کیبورد که ریشارژبل، بازم مثل همون قبلی تا یک ماه میتونین شارژش کنین و قیمتش حدس بزن دیگه. این باید 150 دلار باشه دیگه کیبورد. 130 دلار. یکم گرونه. محصولات اپل یکم فشار بهت وارد میکنه ولی ایراد نداره، میتونی لذت ببری. ما خیلی مثلا تو میسری با سایتمای 100 دلاری باز میکنیم که کارایی واقعا میاد. از اون دستگاه چای ساز مثلا من بهتره. آقا اینجا من این نکته رو بهتون بگم، چقدر دکمه ترن آن ترن آف پاور این دستگاه هم روی موسش خیلی خوشگل و کوچولو بود همینجا و الان ثبت شد و من میتونم ببینید همینجا لایو بهتون نشون میدم. میریم توی بلوتوث، میایم توی قسمت ستینگتون و ثبت میکنیم و ماجیک کیبورد اینجا براتون میاد، وصل میشید بهش، کاملا متصلم به. خب من یه سوال بپرسم، الان کسی که لپتاپ مثلا مکبوک داره خب کیبوردش هست دیگه، واسه چی باید اینو بخره؟ نه ببین معمولا اینو واسه آی مک که سیستم یعنی کامپیوتر مانیتور دارشونه و آیپد. آها آیپد. آره همه آیپد و هم آی مک استفاده میشه. ولی خب سر وقتا هست تو مثلا کیبورد حالا ممکنه خراب شده باشه یا مثلا میخوای خود دور کنی بشینی بنویسی، آها تو صورتش نباشه. حتی به تی وی هم مثلا به تی وی هم میشه وصلش کرد. دقیقاً. خب بچا روی نوت پد بریم تایپ بکنیم. میخوام بنویسم که بچهای تو خونه لطفاً برید تو کوچه صاف کنید، لایک کنید، بوست بدید، کامنت انگلیسی. چقدر راحته. ولی غلط قلوت داشتی. حالا این داره خودش هم بچهای خونه لوفند برید تو کوچه بعد ساب کنید، لایک کنید، بوست بدید. حالا تو بنویس ببینم چجوری می نویسی. عاشقتونیم. بله ری آفرین فامیلی. بله تون می نویسی. نه میدونی بچه ها کانی باید انگشتو اشارتو بذاری روی F چپ و راستی هم بذاری روی J. نسبت به این دوتا انگشت اشارت شروع کنی تایپ کردن. ببین ولی من کلن دیدم که تو مثلا فکر کنم بعضی از آدم ها فقط میتونن با انگشتاشون، کسایی که پیانو میزنن، کیبورد گیمر هن، مثلا من حتی تو وارزون هم دلیل این گیمر؟ نه دلیل اینکه تو وارزون نوبم به خاطر اینه که نمیتونم این مثلا هم همزمان شیفت رو نگه دارم هم این دوتا انگشت. چی گفته تو نوبی؟ تو الان از ادیتورمون وارزونت بهتره. تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی؟ ولی در کل دوتا دست آدم وجود دارن، آدمایی که اینجوری تایپ میکنن، آدمایی که مثل من با آقا شما دو جزء کدوم دسته اید؟ بریم سراغ آیتم بعدی بچه‌ها. لتس گو. حالا پرش 230 دلار از 500 دلار رو زنده کردیم.
ایرتگ. اپل ایرتگ یکی از پرفروش‌ترین محصولاتی که از وقتی تولید شده اپل روش سرمایه گذاری. من بچه من اینفلوئنسر اپل شدم دیگه. چه وضعشه؟ اپل کلاب ویت فارس. اپل کلاب ویت می. آی ام د بست یوتیوبر این هیر. مرسی. تشکر. ما به شما محصولات اپل را پیشنهاد میکنیم. فقط من واقعا اعتراف بکنم تا به امروز که اینجا نشستم اینا رو نایده بودیم. فقط ایرتگ بچه ها به درد خانمایی میخوره که میخوان شوهرهاشون رو ببینن کجان. یه وقت شوهرشون مثلا گم میشه، یه وقت عقل شوهرشون کمه تو خیابون مثلا ممکنه گم بشه. یعنی اجاسوسینا؟ نه این واسه بچه ها وسایلتون، دست کلیدتون، ماشینتون یا مثلا کیفتون اگه گرون قیمته یا واقعا حالا بچه ها جسارت نمی کنن چی کار میکنه؟ یعنی کانکت میشه روی دیوایست مثلا روی جی پی اس اینو میذاری توی کیفت و از روی موبایلت میتونی ترک بکنی واسه اون وسیله که گذاشتی. یعنی مثلا اگه تو یه روزی ماشین خریدی بعد من اینو بچسبونم به پشت چرخ ماشین، اینو واسه اینکه ماشینمون رو ندزدن باید استفاده کنی، نه واسه اینکه ببینی من کجا. من به من بگی خودم بهت میگم. ولی چه وسیله باحالی. آره بچه‌ها یه تکنولوژی خیلی جالبی که داره اگه من اشتباه نکنم از اینترنت کل موبایلای آیفونی که توی اون محدوده هستن استفاده میکنه و خودش هم که اینجاست چه پکیجینگ یه محصول های کوالیتی خوشگل گوگلی. الان چجوری میتونیم تستش کنیم؟ الان یه لحظه من ببینم اول من چجوری روشنش کنم. براق و خفنه. نزدیک یکی از موبایلاتون بکنید تا اکتیو بشه. وقتی این کارو تست بکنید بچه‌ها باید بیارینش کنار موبایلتون مثل خودش گفته تو فاصله 5 سانتی متری و دکمه کانکت رو میزنید. حالا باید بریم توی اپل آی دی تون و میتونید بچه‌ها برید توی فاند مای آیفونتون ادش بکنید، مثلا بذارید اسمشو دوچرخه‌تون، کیف پولتون یا هر وسیله دیگه. یه نکته جالب بچه‌ها اینکه گواهی ضد آب بودن داره و هر یه دونهش بچه‌ها تا 1 سال باتریش واسه تون شارژ نگه می‌داره و بازم اینو میگم بچه‌ها سیستم وصل شدنش به اینترنت از طریق بقیه موبایل‌ها و سیستم مخابراتی که اپل استفاده می‌کنه ناشناس دیتاش انکریپتد و هیچ اطلاعاتی ازتون لو نمیره. قیمتش هم اینجا زده که با تکسش درمیاد چیزی حدود 45 دلار. به نظر من واقعا میارزه. من دیده بودم که بچه‌ها مثلا پک 4 تایشو می‌فروشن که قیمتش هم ارزان‌تر درمیاد، حدودا میشه 100 دلار که می‌تونید رو وسیله‌هاتون بذارید و دیگه خیالتون راحت باشه. حتی اگر مثلا توی آب بیفته وسیله‌ات ولی ایرتگ داشته باشه خیلی باحال. اسپیکر هم داره. اگه وسیله تو خونه گم بشه می‌تونید صداشو در بیارید و بفهمید که اون وسیله کجاست و به همین راحتی. بریم سراغ آیتم بعدیمون. بچه‌ها من اینو میذارم به فرهاد که اگه گمش کردم. بریم سراغ آیتم بعدیمون بچه‌ها. یه دونه باکس مشکی made in China. Scan with transparency app. این چیه؟ به آیفون و اپل وصل. چجوری وصل میشه؟ ببین زده واسه محصولات اپل دیگه، ولی پکش که معلومه پرسیم واسه محصولات اپل نیستش اصلا. ای خودکاره. فکر می‌کنم خودکار مغناطیسیه، نه؟ این حالت روش شدات پرچیز داره، می‌بینی؟ خودکار تاچه، آره. خودکار تاچه. اوه، این فکر کنم بچه همون اپل پن فیکشه، یه جورایی ورژن اقتصادیشه. دو تا دونه سری اضافه هم داره براش، دو تا خودکار داره. و موبایل تو بیا. اینا سریان فرهاد. نه پشتیان احساس می‌کنم، آره. چی اینا؟ اینجا باز میشه اینا، آره. اینا باز میشن. توش یه از این شاسی هاست مثل همونه پایین هم پیچه. آه اینه، نمیدونم این چیه. این چیه؟ خودکارش رو دیگه درش بیار باش میشه. آبا نه این تک کنم باش میتونی تاچ کنی. آره بعد رو موبایل امتحان کنم. بچه ها روی موبایل پریز میخوام تستش کنم من که چپ دستم و تا با هم دیگه تایپ کنیم. او چه راحت. ببین راحته. ری فامیلی دو ساله است مشهد. ببین چقدر سری میره با سرعت زیاد. اکسپلور من اسمش هست ایمپلز اکسل استایلس فور آل تاچ اسکرینز استایلس فور آیپد فون هر چیزی تبلت سامسونگ همه چی. زب قیمتش چنده؟ حدس بزن. ببین گرون نیست. کل شب 40 دلار باشه. 20 دلار دیگه خیلی ارزونه خدا وکیلی. شاید زود خراب میشه نه؟ شاید. خب آقا 230 تا اونجا بود، 40 تا هم ارتق، 270 تا اینم 20 تا 290 تا. بریم سراغ آیتم بعدی. و بچه‌ها آیتم بعدی چیزیست جز
The wireless lavier microphone. یه دونه میکروفون وایرلس بچه ها plug and play هستش، یعنی تکنولوژیش این که تا وصل کنی میتونی استفاده کنی، 20 متر میتونی ازش دور بشی، کوالیتیش خوبه، های سنسیویتی و دوربر تو هم میتونه انگار کلیر بکنه حالا هوای چیزی باشه. اینو با یو اس بی وصل می‌کنی به گوشیت. چقدر خردوه. خیلی کوچولوه، خیلی باحاله. خیلی بامزه. آقا دو تا دونه کار داره. به کارمون هم میخوره دیگه برای خب. آره. بچا اینجا دکمه پاور این یکیه، اینم دکمه پاور اون یکیه، ولی نمیتونیم تست کنیم به خاطر اینکه لایتنینگ گجتشه شام. یعنی اینکه سوکتش لایتنینگ دیگه، تو این گوشی ما رو زدی شکوندی اون لایتنینگ بود. این گوشی های جدیدمون اینا همه تایپ سی، این به این نمیخوره الان. نمیدونم بذارینم میتونم از جای دیگهش وصل بشیم. بچه ها من کابل دیگه آوردم، یه لایتنینگ کردم توی این و این تایپ سی شو کردم توی موبایل، ولی نتونستم وصلش کنم. من فکر کنم اگه خود گوشی لایتنینگ باشه خیلی راحت هم میتونی سینکش بکنی. میکروفون راحت میاد اینجا کار. آره میره میخوره اون تو میتونه به درد نمیخوره دیگه مثلا الان به درد مثلا بلاگرا و کسایی که با گوشیشون مرتفی میگیرن میخوان کیفیت صدای هر جا که بخوان برن راحت وصل میکنی با کوالیتی خوب شروع میکنی رکورد کردن. برای اینترویو هم خیلی باحاله. ببین چون وایرلسه تو هر شرایط سختی میتونی از این میکروفونت استفاده این کنی دیگه. میذاری روی یقت. الان میذاری روی یقت یا میتونی وصل کنی به موبایلت یا به سپایه مثلا دوربین ولاگت. قیمتش چقدره به نظر تردیس؟ از برند CKOKC دوال وایرلس میکروفونه که برای حالا آیفون، آیپد و حالا هر چیزی که بخوای پروفشنال مثلا ضبط کنی به درد میخوره. تایپ سی هم اتفاقا داره. دیگه حالا اینا زحمت کشتن بر ما. آیوسش فرستادم. قیمتش هم هست، تاکسیش $50. $50 قیمت اینه؟ خوبه. من الکی شوخی کردم. خوبه. قیمتش خوبه. یه لحظه 2000 افتاد. آقا تا اینجا خیلی جعبه هیجان. چقدر شد تا الان قیمتش؟ $50. $340 بریزن آقا سرحدی. بزن آقا چون بچه تری این وایرلس چارجر فولدبل از برند اکسیونیتا یوکزیندا یه دونه از این شارجرهای همه کاره واسه گجت های وایرلسی بچه ها که میتونید موبایلتون، ساعتتون، ایرپادتون، هر چیزی که وایرلس شارجریه. ببین ما برند آنکر که سلطان آنکر یادت چقدر خفن، من هنوز استفاده میکنم ازش، ولی پردیس واقعا آیتم به درد بخوره خوریه. کنار تختت میذاری، موبایلتو میذاری روش، ساعتتو میذاری روش و شروع میکنه شارژ کردن. بچه های اینجوری وای میسته من خیلی خوشم میاد. اصلا کلن چون مولتی تسکه و همه چی تو میتونی همزمان شارژ کنی خیلی حال. بمب این هم که شارژرشه. بعد الان هرچی داریم و دیگه بیاریم بس. تو اینو بذار من همزمان اینو بس کنم به برق برات عزیز دلمون. بچه ها من وصلش بکنم وسطتون کلی گجت های اپلی هم آوردم ببینیم درست کار میکنه یا نه. اول از همه شارژر ایرپادتون که در حال شارژ شدنه، دیدی؟ از کجا میفهمی؟ بذار اون ایرپاد منم بذار مال منو شارژ. باشه حالا بیا حسود بیا. آها ببین روشن. روشن. خب محصول بعدیمون موبایلمونه که شارژ نمیکنه. شارژ ولی کلا. محصول بعدیمونم که آی واچمونه. با چیزم داره. آهن ربا هم داره که بتونه شارژش کنه. اینم که روشن. برعکس باشه. آره دیگه روشن میشه دیگه الان عزیزم. بح بح. اصلا همه رو با هم. یه نکته راجع به بچه‌ها شارژر وایرلس بهتون بگم، قطعا شارژر وایرلس تکنولوژیش جوریه که از کابل با سرعت کمتری میتونه شارژ بکنه موبایلتون رو، ولی یه سری مقاله هست چیزا داده بهش اومده که میگن آقا چون تایمی مثلا سریع شارژ میکنه و آروم آروم شارژ میکنه شاید طول عمر باتری رو بهش کمک بکنه. ولی کلا خیلی مدلای مختلفی از اینو ما دیدیم. آه. حتی قبلا هم باز کردیم. قیمتش باید ببینیم چنده پردی. آره این بذار ببینم از کجا؟ چین. نه خود اپل هم از چین ساخته میشه حالا دیگه. خب این وایرلس شارژینگ استیشن یه دونم شارژینگ سیفتی پروتکشن داره که باعث میشه که باتری خراب نشه و قیمتش هم هست $40 کانادا که خیلی به صرفه است. آره. واقعا چند یه استند شارژینگ تو کابلش هم بخوای بگیری $10 یا $40 میدی هر شارژ. یعنی این که برای یه کسی که ورزش میکنه میخواد حالا مثلا همه چی رو با هم دیگه شارژ بکنه. آقا باحال بود. بریم سراغ آیتم بعدی.
بذارم آیتم بعدیمون. بچه یه دونه آیتم دیگه بیشتر نمونده و اینجا ما یه دونه دوربین داریم عزیز دل من. مگه داریم دوربین بله. بین 1080 فول اچ دی و 4K 2K داریم. آقا از کمپانی لیتوکام میگن لیتوکام ولی با کی نوشته؟ خیلی واسه من دانلود اپ. بخون صحبت کنه. بگه پردیس چرا غذا درست نمی‌کنی واسه شوهرت؟ فکر می‌کنید رباته؟ عزیز دلم دوربین قرمونت برام ربات چیه؟ چه لیتوکام یه دوربین حرفه‌ایه این عزیزم. دوربین خونگی است. بیا بیرون. چه باکس خوش کوالیتی داره. اوکی بیا بیرون. اوه میستری باکس چیه؟ بیا دیگه. اوه وای چقدر گوگولی سلام خوشیلو. وای فردی چقدر نوغلی واقعا. ولی شبیه یه دونه آدمه که هدفون زده از پشت سر میشه اینجوریه. من انگاه باید داره حرف میزنه. قبول داری؟ شبیه ربات واقعا فرهاد. بکن با اون صحبت کن. این اسپیکر هم داره. بشه نشه که بیبی مانیتوره؟ بچه واسه مینی ایکس ری اینو من نگه میدارم. سکیوریتی کامرا و همچین چنین چی؟ برای پت، برای حیواناتون. حالا میتونید پانورامیک کنترل داره، میتونید چپ و راست کنید، نایت ویژن داره. خیلی باحال پس. مموری اضافه میخوره، میتونید روی اینترنت فایل رو آپلود کنید. تو وی آدیو داره، یعنی از چپ و راست. اگه یه چیزی تو خونه تکون بخوره، روی موبایل نگاه میکنه. نه روی موبایل نوتیفیکیشن میاد که رو حالت سکیوریتی یکی تو خونه داره موو. نه خودش نمیتونه تکون بخوره. چرا؟ میتونه تکون بخوره. مولتی پلتفرم ویوینگ داره. میتونی رو موبایل، لپتاپ یا هر اینجا که کنترلش کنی. آقا من اینو کانکتش میکنم به موبایل ببینیم چه جوریه عزیزم. بریم خب بچه‌ها همونطور که دارید میبینید و اسکرین شیر تصویرم براتون گذاشتم، خیلی راحت کانکت شد. همونطور که دارید میبینید قابلیت موشن کنترلش اکتیوه و هر کسی که تکون بخوره قشنگ اونو نشونش میده، قشنگ میتونید ترکش بکنید. ساوند دیتکشن رو که اکتیو بکنید، من به محض اینکه حرف بزنم توی این خونه، نوتیفیکیشن اینکه تو خونم کسی داره صحبت میکنه واسه من میاد. دقیقاً. همچنین واسه موشن تراکینگ و میتونید وصل بشید از طریق اسپیکرش صحبت بکنید، چون الان نزدیکاً صدا قاطی میشه و کوالیتی تصویری داره. تمیز تاریخو برات بالا مینویسه. بچا به وای فای خونتون وصل میشه و همونطوری که دارید میبینید کلا 200 کیلوبایت داره از اینترنت من میگیره. به نظر من چیزی نیست دیگه. الان که زدش که موشن دیتکت. بعد یه سوال، همیشه باید این سیمه بهش وصل باشه؟ کلا برقیه دیگه. میتونید به کلاود وصلش بکنید و کل اتفاقاتی که توی خونه یا محل کارتون میفته رکورد بشه و ضبط بشه و بره روی کلاود، چون ساعت و تاریخش هم که مشخصه. اصلا به نظرم همین که میتونه موشن داشته باشه، حرکت اون جسمی رو که میخواد دنبال کنه، خیلی باحال بود. بچا این اسمش هست لیدل الف کامرا که پت کامرا، یعنی اصلا خودش هم گفته دوربین واسه پت ایناست. ولی نایت ویژن هم داره. الان همینجوری که میبینیم بچه کوچولوئه، حتی تو شب میتونی خیلی خوبه، یا حتی سگتون، یا اصلا کلا خیلی به نظرم گجت باحالیه. قیمت این آیتم یه دونش در میاد چیز حدود 70 دلار، ولی اگر بخواید مثلا دو تایشو داشته باشیم، پکیج دو تایش، حالا مثلا یکی تو اتاق خواب یا نفر بذاری، یکی مثلا تو حال خونه، قیمتش در میاد حدودا 90 دلار. خوبه، من به نظرم میارزه به نسبت به قیمتش. کارایی خفنی داره بچه. این جزء یکی از بهترین آیتم هایی بود که من دیده بودم. بریم سراغ آیتم آخر. بریم سراغ آیتم آخر. اون بچه اینم بگم که محصولاتی که تا به الان باز کردیم دیگه دیدید دیگه، همشون با اپل سازگاری داشتن، همه رو با آیفون و موبایل و اینا استفاده کردیم. ببینید آخریش هم پریز چیه دیگه. آخرین تکنولوژی های روز دنیا رو قشنگ باز کردیم. کم کم دیگه باید بریم سراغ اپل ویژن. من خیلی دوستم امتحان کنم. منم خیلی دوستم. چقدر های کوالیتیه این. بیا بیرون دیگه. باید استخاره بگیرم از این میاد بیرون. او جیمباله. جیمبال حضرته. جیمباله. شما بگید اینا. جیمبال. بریم سراغ باز کردنش. به به به. های کوالیتی گجه. خیلی خوبه. دیگه میتونیم بریم بلاگر بشیم. دیگه از الان به بعد یوتیوب رو ترک کنیم به مقصد اینستا. چقدر فقط سخت و عجیب غریبه این. این چجوری اصلا باز میشه؟ حالا یه چیز جالب بهت بگم. بگو. من قبلا یه دونه از اینا رو گرفتم تو دستم تانک کنم ببینم چجوریه. این ترک میکنه، خودش حرکت میکنه، ولی خیلی باهاش کار کردن سخت بود. یکی از فامیلامون داشت، بعد میگفت ازم فیلم بگیر. آقا من میخواستم مثلا فامیلمون رو بندازم
هی میرم اون بر بعد حالا من معذب شده بودم هی میخواستم بگم بابا این چیه موبایل در بیارم فیلم بگیرم آخه چرا واقعا باید از این استفاده ببین... کنم لرزشگیر آره ببین آخه لرزشگیره در درجه اول و خب با توجه به با توجه به اپلیکیشنی که داره میتونه تو رو ترک بکنه. یعنی شما بچه توی نسل جدید دوربینا مثلا اگه الان دقت بکنیم دوربین خودمون اسمش چی بود که ما داریم DJI آها DJI بچه مثلا دوربینای DJI خودشون از لحاظ سخت افزاری پشتیبانی میکنن تو دیگه نیاز نیست اینو بخری ولی اگه موبایل داری میتونی اینو بذاری بالای این و شروع کنی کار کردن. DJI خیلی فرق داره، DJI از رو اسکرینش تو رو ترک میکنه، این خود دسته ایم. حالا بیا امتحان کنیم متوجه میشی. خب بچه ها یه دونه ریموت داره که میتونید از جای دور کنترلش بکنید. من الان ستاپش کردم، موبایل گذاشتم بالا، بعد موبایل بذارید وسط که بچه ها لرزشگیرش درست کار بکنه و با این دکمه ها میتونید اینجوری اینو جابجاش کنید. حالا میخواید سرش برید بالا، این میرم پایین، این بالا. سلام چطوری؟ سلام مشکله، حالا چطوره؟ بچه ها این تیکه رو نگاه کنید، من الان همینجا اینو اینجوری که میکنم میبینی؟ اوه این الان دیگه الان نمیدونی داری چون آخه یه هو کشیدم دوباره در رفت. ببین بچه‌ها من الان رکورد رو زدم و دارم جابجا میکنم. ببینید اگر یهو دوربینو بالا پایین نیارید، ببین مثلا الان با این میشه راحت آفره. آره من دارم میچرخونم، مثلا میتونی بری چپ راست هر زاویه که میخوای و این دکمه‌شو اینجوری بچرخون. ببین چه باحاله، ببین اینجوری. آها قلق داره، ببین قلقش رو باید به دست بیاری. ولی میگم دیگه یه سری ایرادات داره که یهو دیوونه میشه، یهو ضربه میزنه. خیلی باید بلد باشی چجوری با آره، ولی وسیله سنگینی هم هست به نظر من. آره حالا خوبه خود گیمبال رو تست کن، خود گیمبال خیلی سخته واسه دوربین. ببین تا قیمتش، قیمتو ببین. ولی آی استدیو من قبلا اسمشو شنیدم، جزو برند معروفه. آره برند معروفه. قیمت این گیمبال هم هست $85. $85 خیلیه ولی میارزه. خب فرهاد، بین تمام محصولاتی که از توی جعبه مربوط به اپل در آوردیم کدوم ها خیلی دوست داشتی؟ من دوتا رو انتخاب میکنم با در نظر نگرفتن قیمتاشون، یه دونه ایرتگ و این دوربینه در حال حاضر واسه من بیشترین کارایی رو دارم. منم که بچه این موسو که بابا دروغ نگو بابا چه دردت میخوره. من خیلی خوشم اومد، یعنی آره دیگه من از لحاظ زیبایی ظاهری بکنم. بتونی به موبایلت هم وصل بکنی حالا استفاده بکنی؟ گوگلیه. آقا شما به ما بگید که به نظرت کدوم یکی از این گجت‌ها خفن بود. اگه بازم ویدیوهای این شکلی دوست داشتید بگید، واسه برندهای دیگه سامسونگ، سونی، هر چیز دیگه دوستتون داریم. من لایک و کامنت و سابسکرایب هم که یادتون نره، یادتون نره که حتما به کانال تلگرام منم جوین بدین. اونجا X-ray فامیلی دور همین، میخواستم همینجا از تک تکتون که ویدیوهای ما رو حمایت میکنید هم تشکر کنم. خیلی عشقین، خیلی دوستتون داریم. تا یه ویدیو آنباکس دیگه کلی عاشقتونیم و فعلا خدافظ.